هم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. عرض سلام و ادب و احترام محضر دانشجویان عزیز درس استاتیک. خیلی ممنون از اینکه دارید از بام دوربین ما رو میبینید و خب خیلی خوشحالیم و خدا رو شاکریم که مجددا این توفیق داریم که با شما ولو مجازن ارتباط برقرار. انشاءالله که فیلمی که مشاهده میکنید مفید فایده واقع بشه، پر انرژی و پر نشاط شما فیلم رو نگاه کنید و خوب هم دقت کنید و امیدوارم که مباحثی که خدمتتون ارائه میشه این جلسه مفید فایده برای شما واقع بشود انشاءالله تعالی. خب عزیزان، بحثمون در واقع در محاسبات لنگر ناشی از بارهای چی بود؟ گسترده بود. گفتیم آقا اکثر بارهایی که در ساختمان ها به ساز آورده میشه بارهای چیه؟ بارهای گسترده است. یعنی بار متمرکز در یک نقطه نیست. شما یه زمان یک بار متمرکز در یک نقطه وارد میشه به ساز، شما یه لنگر متمرکز وارد میشه، ولی یک نوع سوم هست که بارها بار چی وارد میشه به ساز شما؟ بارهای گسترده، بارهایی که متمرکز نیستن. این حالا بگیم نیروی متمرکز، لنگر متمرکز و بارهایی که الان کلی میگه بار چی خواهد بود؟ بار گسترده. بارهایی که در واقع عرضم به حضورتون که در طولی از سازه شما چیه؟ به سازه وارد میشه. خب بحث اون بارهای خواهد ما لنگر ناشی از بار گسترده نشه بود از همون اینا رو که بلد شده میشه نیروز در فاصله عمودش لنگر متمرکز هم که اصلا خودش بود لنگرش حول هر نقطه ای میمونه که اون بار گسترده رو اگه بخوام لنگر ناشی از بار گسترده رو حول یک نقطه حساب بکنیم در واقع چگونه باید این کارو چیکار بکنیم انجام بدیم؟ خب گفتیم چی؟ گفتیم برای لنگرگیری ما دو تا بحث داریم، یکی مقدار نیروی متمرکز معادل بار گسترده است، یکی چی آقا؟ محل اثر نیروی متمرکز معادل بار چی؟ گسترده. خب اگه من بخوام لنگر این بار گسترده را بالای یک نقطه بگیرم، کافیه به جای این بار گسترده بیام چیکار کنم؟ یه نیروی متمرکز معادل اون چیکار کنم؟ جایگزین کنم. یا بار دیگه بگم اگه مثلا شما یه همچین بار گسترده ای دارید، میایم به جای این چی جایگزین میکنید؟ میایم به جای این بار گسترده یه بار متمرکز معادل این جایگزین میکنید. اینو تبدیل میکنید به یک بار متمرکز چی؟ معادل. بعد این بار متمرکز معادل چیکار می‌کنیم؟ مثل این میشه تبدیل به این دیگه، به این حالت تبدیل میشه. خب اینو که میشه نیروز در فاصله اگر چیکار می‌کنیم حساب بکنیم. دوستان تو فیلم قبلی هم تاکید کردن، اینا تاکید می‌کنم مثلا اینکه میگیم بار گسترده رو به جاش بار متمرکز معادل می‌ذاریم، این فقط برای زمانی است که می‌خوایم لنگر ناشی از این بار حساب کنیم، وگرنه در تحلیل به هیچ وقت بار گسترده و بار متمرکز یکی نیست ها. این دقت کنید. ولی ما الان چون بحث محاسبات لنگر ناشی از بار گسترده است، ما بار گسترده یک بار لنگرش رو اینو حساب کنیم، تبدیلش کنیم به بار متمرکز معادل این لنگر اینو حساب کنیم. فقط برای همین بحث ها، نه که این در واقع چیزی که بچه‌ها اینجا وجود داره تحلیل این تی و تحلیل این تی کاملا چیه؟ متفاوته. پس ما برای اینکه بخوام لنگر ناشی از بار گسترده حساب کنیم، تبدیلش می‌کنیم به یک بار متمرکز معادلش. خب این بار متمرکز معادل دوستان چیه؟ دو تا بحث داره، یکی اینکه مقدار این بار متمرکز چقدره، یکی محل اثرش هم خیلی مهمه. خب این بار متمرکز به جای اینکه قرار بدیم کجا قرار بدیم، این ور قرار بدیم، اون ور قرار بدیم، چون شما میخواید لنگر بگیرید دیگه، تو لنگر گیری فاصله چیه؟ پس بگو اینجا میخواید لنگر بگیرید، فاصله مهمه دیگه. پس این محل اثرش مهم بوده که مقدار نیروش درست شد. بعد برای این دو تا بحث چیکار کردیم؟ برای این دو تا بحث ما چیکار کردیم؟ تبیین کردیم موضوع رو، گفتیم آقا مقدار نیروی ما در واقع این دو تا جزء دار، مقدار نیروش معادل چی میشه؟ گفتیم مقدار نیروی مطابق مال بازه برابر چیه؟ برابر هم مساحت زیر بار چی؟ مساحت زیر بار گسترده است. یعنی شما اگر مساحت زیر بار گسترده رو حساب کنیم میشه مقدار نیروی معادلمون بار گسترده، که مساحت در حالت کلی گفتیم برابر چی؟ برابر میشه با انتگرال دی چی؟ آدی. شما کافی انتگرال دی ها رو بگیرید که مساوی چی میشه؟ آی مساحت میشه. خب میشه چی؟ میشه مقدار در واقع نیرو. بعد محل اثر کجا بود؟ محل اثر گفتیم مرکز سطح در واقع چی؟ بار گسترده است. گفتیم هر شکلی که شما دارید این شکلی مساحت داره که این مساحت اگه حساب کنیم میشه مقدار نیروی معادلش.
محل اثر این نیرو کجاست؟ به مرکز سطح این شکل وارد میشه. به مرکز چی؟ سطح میشه. به مرکز سطح بار گسترده شما وارد میشه این نیرو متمرکز معادله. خب حالا مرکز سطح بار گسترده، مرکز سطح باید چجوری حساب کنیم توی شکل؟ گفتیم آقا در حالت کلی مرکز سطح یه ایکسی دارن و یه چی دارن؟ یه ایگرگی دارن دیگه، که میگیم ایکس بار و ایگرگ بار. خب ایکس بار گفتیم برابر است با انتگرال ایکس دی آ، ببین انتگرال دی آ همون آ، و ایگرگ بار هم برابر میشه انتگرال ایگرگ دی آ، ببین انتگرال دی آ که همون برابر چی میشه؟ انتگرال دی آ همون آ دیگه، از اون مساحت زیر بار. این چی شد؟ این میشه ایکس و ایگرگ در واقع چی؟ مرکز سطح شما. تو فیلم قبلی اشاره کردیم که مرکز سطح خیلی وقتا شما فقط ایکسش رو میخواد، خیلی وقتا فقط ایگرگ میخواد، هر دوتاش لازم چیه؟ نیست. سوال تو مسئله که دارید به چیکلوش نیاز داره. ولی در کلی چون مرکز سطح یک نقطه هستش، یک نقطه قاعدتا از اون نقطه مرکز سطح، این نقطه قاعدتا نسبت به مبدا فصل مبدا اینجاست، این نقطه نسبت به مبدا یک ایکس داره یک چی ایگرگ داره دیگه، این نقطه یک ایکس داره و یک چی ایگرگ داره، که میگم برای ما عمرانی ها مثلا اگر بارنشینی باشه ایکسش مهمه، چون میخوام ببینیم بار کجا وارد میشه که لنگر ببینیم توی این فضا دیگه. بحث این که در واقع ایگرگش چی باشه خیلی مهم نیست، میگم بس که سوالتون داره که خودتون دیگه میفهمید یعنی چی. بنابراین گفتیم مرکز سطح ایکس بار میشه انترال ایکس دی آ بره انترال دی آ، و ایگر بار میشه انترال ایگر دی آ بره چی؟ آ. خب گفتیم برای استفاده از این فرمولا دوستان مهمترین کاری که شما میکنید، مثلا مثال بزنید کدوم مهمترین کاری که شما میکنید اگه همچین شکلی دارید میخواید مرکز سطحش رو حساب بکنید، گفتیم بعد بیاید چی؟ بعد بیاید دی آ رو مشخص کنید. یعنی شما همیشه وقت وقت از این فرمولا میخواید استفاده کنید، بایستی بیاید مساحتتون رو بشکنید به مساحت‌های کوچک، که این مساحت بندی مهمه. حالا مثال هایی که فیلم قبلی شما مثلا میتونید بگید این شکلی مساحت بندی کنید، جزء دیفرانسیلیتو جزء مساحتتون این بگیرید، مثلا اینو بگید جزء مساحت، یعنی اینو تبدیل کنی به اسم چیزی مستطیل های کوچیک کوچیک. الان مساحت این میشه دی آر که گفتیم اگه مثلا این میشه دی ایکس جزء دیفرانسیل در راستای ایکس، این میشه چی؟ در واقع ایگرگ این نقطه دیگه. پس دی آی شما که میشه مساحت این مستطیل میشه ایگرگ دی چی؟ ایکس. یا گفتیم مثلا اینجوری اینجوری مستطیل فرضی کنیم، مثلا یکی میاد آقا بجای مستطیل های در واقع این شکلی تقسیم بندی کنه، میاد چی؟ میاد مستطیل های این شکلی مثلا تقسیم بندی میکنه، جزءش رو میشکنه به این مستطیل ها، باز میشه چی؟ این چون جزء دیفرانسیلی شما در این راستا میشه دی ایگره، و این گفتیم برابر چیه؟ این گفت حالا این نقطه شما در نظر بگیرید، این نقطه در واقع چیه؟ گفتم اگه مثلا مبدا اینجا باشه، بس این مبدا داره، اگه مثلا مبدا اینجا باشه این نقطه چیه؟ از اینجا تا اینجا میشه ایکس این نقطه، پس اگر طول کل این ال باشه این تیکه میشه چی؟ المنت های ایکس. پس گفتیم الان مساحت این مستطیله چیه؟ این دی آی ماست دیگه، این مساحت این مستطیل دی آی ماست، یعنی جزء مساحت من، اون مساحت کوچکی من. پس میگیم اینجا دی آی برابر میشه با چی؟ برابر میشه با المنت های ایکس ضرب در دی چی؟ وای طول ضرب در عرض. بس باشه شما نگذارید بایستی بیاید اون جزء دی آی تون رو مشخص کنید، حالا مستطیل عمودی یا مستطیل افقی است، یا اگه مثلا در حالت مثلا انحناهای دایره ای مانند میشه ما میایم جزء اون رو چجوری میگیریم، میایم جزء اون رو در واقع شعاعی میگیریم. حالا مثلا الان براتون از اون نمونه حل میکنیم ان شاء الله. ولی معمولا میگم معمولا اگه دایره ای نباشه انحنای شما، معمولا ما میایم یه مستطیل عمودی یا مستطیل افقی هر کدوم راحت‌تر مثلا اون که دنبال چی میگردیم و چی رو میخواید حساب بکنید، در واقع چیه میگیرید دی آ که مشخص شد و میذارید توی این رابطه ها. فقط نقطه بعدی هم گفتم هم توی رابطه میخوام قبلی مثلا دی آ اگر از این مستطیل بندی برید دی آ میشه ایگرگ دی ایکس، پس میشه انتگرال ایکس ایگرگ دی آ، میشه انتگرال ایکس ایگرگ دی ایکس. خب شما یه ایگرگ داری ولی دیفرانسیل ایکس، پس بعد ایگرگ هم تبدیل به ایکس کنید، که گفتم رابطه ایگرگ با ایکس چیه؟ گفتم قاعدتا این منحنی که به شما میگن یه تابعی داره دیگه، ایگرگ برابر میشه با اف ایکس. خب بعد چیکار میکنید؟ شما ایگرگ رو تبدیل به ایکس میکنید و چیکار میکنید؟ مسئلهتون رو حل میکنید. بنابراین این میشه چی؟ این میشه روابط کلی محاسبه مرکز سطح شما، که مثالش در واقع تو مثال جلسه میشه حل کردیم. حالا این جلسه هم یه مقدار باز بیشتر با هم کار میکنیم، ان شاءالله تمرین میشن ببینیم این فرمول رو بحثمون ان شاءالله جمع کنیم. حالا من برای یه مثال دیگه حل بکنم که در واقع نتیجه گیری هم بعد میخوام از این مثال و مثال جلسه پیش فیلمی که جلسه پیش پر کردیم خدمت دوستان بگیرم و عرضم به حضورتون دیگه.
بریم سراغ تعمیم این رابطه و استفاده‌ای که برای ما داره در قسمت‌های دیگه. ناگهان دوستان مثال بعدی که می‌خوام حل کنیم که در واقع فرض کنید دوستان به شما یک شکلی دادن، گفتن آقا این شکل گفتن آقا این قسمت از یک سهمی درجه دو، خب این چی آقا؟ گفتن قسمت از یک سهمی درجه دو، قسمتی از یک سهمی درجه دو هستش. فرض کنید شما عدد هم دادن، مثلا میگم آقا اینجا رو دادن مثلا چی؟ اینجا رو دادن آ، اینجا رو دادن چی؟ بی. من پارامتری حل میکنم چون من میخوام این نتیجه بگیرم. قسمت از یک سهمی حالا درجه دو رو به شما دادن و بعد عرضم به حضورتون که گفتن که شما عرضم به حضورتون که مرکز سطح این شکل رو چکار کنید؟ مرکز سطح این شکل رو پیدا بکنید. خب من فقط بس باید که آبی با آبی که مد نظرم هست کاتینسی یه چیزه دیگه برای این بذارم، مثلا عرضم به حضورتون که اینو بذاریم مثلا فرض کنید این فاصلش تا اینجا بوده مثلا ای بزرگ داره ای و چی ما مثلا اینجا بوده چی بی. خب حالا به شما میگن چی؟ میگن آقا جان برید مرکز سطح این سهمی رو چیکار بکنید؟ به دست بیارید. خب مرکز سطح این سهمی که میخوام به دست بیارم، ببینید دوستان باز وقتی میگم مرکز سطح بچه یه ایکس بار داره یه چی داره؟ ایگرگ بار داره. درست؟ حالا چون ما بیشتر برامون ایکس بار الان مهمه، فقط تو این سوال از شما گفتن آقا ایکس بار رو به دست بیارید، یعنی میخوام ببینیم مرکز سطح این سهمی ما چه فاصله از مبدا داره. ایکس بارش برای ما مهمه. حالا به شما میگم فقط دارم میگم مرکز سطح بچه هم ایکس دارم ایگره، بعد ببینید چی به درد شما میخوره. گفت اگه منظور که وقتی من میگم این شکل در واقع منظورم بوده که شما یه همچین باری داشتید، یه بار گسترده سهمی داشتید. خب وقتی بار گسترده سهمی به جای اینکه میخوان یه بار متمرکز معادل قرار بدید، چیش برای شما مهمه؟ ایکسش دیگه. بنابراین خب من الان اینجا ایکس بارش رو میخوام برام سوال گفته ایکس بارش رو به دست بیارید. خب حالا الان میخوام ایکس بارش کار کنم، میخوام ایکس بار رو به دست بیارم. خیلی خب باید میام چیکار میکنم بچه ها؟ قاعدتا اینو بعد مستطیل بندیش کنم دیگه. خب میام مستطیل این شکلی میگیرم. شما میتونید مستطیل افقی بگیرید، میتونید مستطیل چی بگیرید؟ قائم. مستطیل چی میگیرم؟ مستطیل قائم میگیرم. این میشه جزء دیفرانسیل. این چی آقا الان؟ جزء دیفرانسیل من است، دی آقای من. خب یعنی چقدره؟ این میشه دی ایکس، چون در راستای محور ایکس در واقع ما اومدیم جزء دیفرانسیل رو میگرفتیم و این هم میشه چی بچه قاعدتا؟ این هم میشه ایگرید این نقطه دیگه، این نقطه ایگرید، این هم میشه ایگرید نقطه. پس دی آ برابر چیه؟ دی آ برابر هست با ایگرید دی چی؟ ایکس. درست شد؟ خب حالا بس من اگر میخوام انتگرال حساب رو میخوام ایکس بار حساب بکنم، میگم ایکس بار برابر است با انتگرال ایکس دی آ به روی انتگرال دی چی؟ آ. خب می نیستم میشه انتگرال چی؟ میشه انتگرال x به جای دی آ چی دارم میدم؟ به جای دی آ میام از رابطه بالا میشه x ضرب در ایگره دی x به روی انتگرال دی آ که چی هست ایگره؟ دی چی؟ x. درست؟ خب حالا میخوام حساب بکنم. خب عیزا اگه میخوام انتگرال حساب بکنم اینجا چه مشکلی دارم گفتم؟ گفتم دیفرانسیل من x دی x دیفرانسیل هم. پس این متغیرها هم باید از جنس چی باشه؟ باید از جنس x باشه. این x مشکل نداره ولی y این متغیر y از جنس x نیست، پس نمیتونم الان انتگرالش بگیرم. بعد y رو تبدیل کنم به جنسی از x. وقتی y رو میخوام تبدیل کنم به جنسی از x احتیاج بشه دارم احتیاج به این معادله دارم دیگه. بعد بدم این منحنی که من دارم گفتم باشه این منحنی غالبا این معادله داره دیگه y برابر fx. این منحنی معادله داره. بعد این معادله چیه؟ داشته باشم دیگه که به جای y معادله x رو قرار بدم. پس سوال اینه الان پس من میگم آقا این سهمی من ایگرگ برابر است با یه تابع از ایکس که اگر این تابع رو داشته باشم به جای ایگرگ چی قرار میدم؟ به جای ایگرگ چی باید قرار بدم؟ به جای ایگرگ باید اف ایکس رو قرار بدم. خب این تابع از ایکس اینم ایکس اینم دیفرانسیل ایکس میتونم انتگرال بگیرم. اینجا همینه به جای ایگرگ باید چی قرار بدم؟ اف ایکس قرار بدم. خب حالا سوال اینه اف ایکس چیه؟ آیا که میگید آقا این منحنی تابعی از اف ایکس؟ خب این منحنیه عرضم به حضورتون که تابع اف ایکس ما چیه؟ خب تابع اف ایکس رو بریم به دست بگیریم. تو خیلی از سوالا بچه‌ها خود این اف ایکس رو به شما میدن، مثل سوالی که من تو فیلم قبلی براتون پر کردم، مثلا معادله سهمی رو بهتون داده بودیم، معادله منحنی رو بهتون میدن. ولی یک سوالی واسه مثلا اینجا که خیلی واسه سوالا خواهید به شما اونجا که اول لاین استاتیک تو ترم بعدی هم میاد، بحث سهمی بچه‌ها خوش گفته قسمت از یک سهمی درجه دو. وقتی سهمی درجه دو باشه خیلی وقتا خود تابع رو به شما نمیدن،
انتظار دارن شما این تابع fx رو چیکار کنی؟ به دست بیاری. انتظار دارن شما تابع fx رو چیکار بکنی؟ به دست بیاری. خب اگر من هم تابع fx رو به دست بیارم یه سهم درجه دو، این چیزایی که تو دبیرستان خوندی دیگه، الان اونجا یادآوری شما بچا خیلی هم تو درس ها باعث سر کار خواهی داشت. من اینجا از عمد یه تابع رو به شما ندادم، گفتم همینجا با هم کار بکنیم که دیگه دوستان جا بیفته درس های دیگه هم اگر همچه سوال بودی خیلی راحت. خب ما الان چیه بچه ها؟ الان سوالیه، من یه سهمی دلیل دو من دادن اینجا، گفتن A این نقطه ایگرگش B، گفتن این هم سهمی دلیل دو. حالا سوال اینه اگه این معادلش باشه ایگرگ مساوی FX، FX از شما میخوان بگن تابع این سهمی چیه. و بس اگه تابع سهمیه درجه دو رو میخوام به دست بیارم، خواهشاً همینا گوش بدین تا آخر عنوان که میخونه اینو یادتون باشه. اگر من تابع سهمیه درجه دو رو پیدا کنم خیلی ساده است. میگم چی آقا؟ میگم آقا سهمیه درجه دو معادلش چیه؟ میگم آقا سهمیه درجه دو معادل کلیش اینه که y برابر است با ax2 به علاوه bx به علاوه c دیگه. این معادله سهمیه درجه دو در حالت کلی است. یعنی در حالت کلی سهمیه درجه دو یه همچین معادله داره. حالا ما بعد چیکار کنیم؟ ما باید ضریب آ، ضریب بی و ضریب سی رو پیدا کنیم توی منحنی، بعد بذاریم توی رابطه ایگرگ به دست میاد تابعش دیگه. درست؟ پس همیشه همین باشه. تو هر درسی که این بحثو داشتی سعی می‌کنی آ ایگرگ آ ایکس رو به بیس بدی، بعد آ به سر رو دست میاد. خب آ به سر چجوری رو دست میاد؟ میگم آقا من سه تا مجهول دارم، ای بی سی، سه تا مجهول، سه تا معادله نیاز دارم. اگه بخوام سه تا مجهول رو دست بیارم، سه تا معادله نیاز دارم. پس تا معادله کجاست؟ میگم آقا کار رو بیار نقاط معلومتون رو توش بذارید. نقاط معلوم ما چی بچه؟ یکی نقطه است. الان این نقطه بی نقطه معلومه دیگه. مختصات این نقطه بی چی بچه؟ ایکس چنده؟ چون رو محوره ایگرگات ایکس صفره، ایگرگ چنده؟ بی بزرگه دیگه. این نقطه هم نقطه معلومه دیگه. منحنی شما در از این نقطه میگذره. این نقطه مختصات چنده بچه؟ ایکس چنده؟ ایکسش برابر آی بزرگه، ایگرگ چنده؟ صفره. پس دو تا نقطه معلوم داریم. این چی؟ این اگه من توی این معادله دو تا نقطه بعد چیه؟ سه تا بکنم. یعنی اگر در نقطه B Yش رو بذارم B X چنده؟ صفر. خب بذارم. یا یعنی من نقطه B رو توی این میذارم، یا یعنی در نقطه B Xش صفره Y چنده؟ B. پس بشه Y میذارم بجه Y میذارم B مساوی هست با A ضرب در صفر توان دو بلاوه B در صفر بلاوه چی؟ C. درست؟ پس ایگرگش برابر بیه، ایکسی صفر آز از صفر تمام دو بوده بی در صفر. نتیجه میگم بچه چی؟ نتیجه میگیرم که در واقع این ضریب سی برابر چیه؟ نتیجه میگیرم که آقا این ضریب سی برابر میشه با همون بی چی؟ بزرگ. پس سی به دست اومد. فرض کنم بچه بی عدد هم، حالا من حرفی نوشتم شما عددی بذارید. پس سی چیه؟ سی در اومد. یکی از مجهولا در اومد. یکی از مجهولا در اومد. خب این یه معادله. معادله دوم چی؟ این نقطه معلومه دیگه. خب این نقطه چی میگه؟ این نقطه میگه آقا اگه x رو بذاری آ این میشه 0. پس میگم آقا نقطه چی؟ نقطه آ. نقطه آ رو میذارم تو، میگم y 0 میشه. اگر x چند باشه؟ آ بزرگ باشه. آ در آ به توان دو به علاوه b در چی؟ آ به علاوه c. درست؟ این هم یه معادله. درست؟ خب الان فعلا دو بعد ما چند تا معادله داشتیم؟ یک دو سه. ولی چند تا معادله الان؟ دو تا دیگه، چون دو تا نقطه معلوم داشتیم. دو تا رو گذاشتیم. فعلا اینجا هم ای و بی اون از مجهول سیم که قبلا به دست اون چند در آوردیم؟ بی بزرگ در آوردیم. دوست خب الان بحثیه، الان بحث اینه که این آ کوچیکه و این بی که ضرب به معادله ماست هنوز مجهوله. یه معادله داریم و دو تا مجهول. پس یه معادله دیگه چند داره؟ چون سهمی در از دو بچه احتیاج به سه تا معادله داره، چون سه تا ضرب مجهول داره. حالا اون سه تا معادله شما رو دقت کنیم، یا سه تا نقطه معلومه، اینجا دو تا نقطه معلومه، یه نقطه یه نقطه. خیلی وقت‌ها تو مثالی که به شما دادم سه تا نقطه معلوم داره. خب مثلا این کاری برای نقطه A و B کردم، مثلا برای نقطه C هم می‌کنید A و B C به دست. ولی خیلی وقت‌ها سهمی درجه دو بچه‌ها به شما دو تا نقطه معلوم میدن، یه معادله کم یه معادله دیگه از کجا دست میارید تو سهمی از اینجا؟ ببین بچه‌ها شما اگه دقت کنید اینجا سهمی شما این بود، خب اینجا شیب چنده بچه‌ها؟ اگه خط مماس کنید، اگه خط رو برای سهمی مماس کنید، شیب این خط چند درجه ها؟ شیب این خط صفر دیگه. اینجا سهمی شما موازی با افق شده. شیب چند شده؟ این رأس سهمیه دیگه بقول من. شیب چند شده؟ شیب این خط، شیب خط مماس چنده؟ میگیم شیب خط مماس اینجا چنده؟ صفر دیگه. شیب خط مماس این چی؟ اینا مشتق دیگه. اینا با شما شیب خط مماس چی بود تعریفش؟ مشتق.
یعنی میگیم آقا اینجا چیه؟ میگیم اینجا مشتق شما چنده؟ صفره. پس در این نقطه الان ما میدونیم که مشتق چنده؟ مشتق مساوی چنده؟ صفر. این خودش میشه یه معادله. جایی که شیب خط ما صفره و افقیه، یعنی مشتق در اون نقطه چنده؟ صفره. پس میگیم آقا چی؟ میگیم مشتق در نقطه B مساوی چنده؟ مساوی صفر است. خب از این تابع مشتق بگیریم، میگیم آقا ایگرگ پریم برابر میشه با 2ax به علاوه چی؟ b دیگه، این میشه مشتق. حالا ما میدونیم که مشتق در نقطه b مساوی چنده؟ صفره. پس میگیم آقا مشتق مساوی صفر است، ایگرگ پریم صفره. اگر x مون چی باشه؟ x نقطه b، x نقطه b چنده؟ صفر دیگه. پس میگیم صفر برابر میشه با 2ax در صفر به علاوه چی؟ b. نتیجه میگیریم بچا b چنده؟ نتیجه میگیریم که b مساوی چنده؟ صفر. پس b هم در اومد. پس بی هم چی شد آقا؟ در من. خب حالا میمونه چی؟ حالا میمونه رفتم با حضورتون که ضریب A و ضریب B شد صفر، ضریب C شد B بزرگ، اون ضریب چی؟ A کوچک. خب میام توی معادله دیگه، میام با C که شده B، B شده چند؟ B هم در آوردم شده صفر. پس چی میشه بچه ها؟ صفر برابر میشه با A ضرب در A به توان دو به علاوه چی؟ به علاوه B. از اینجا A چی میشه بچه ها؟ از اینجا A میشه منفی B به روی A به توان چقدر؟ دو. پس A کوچیک هم در آمد. پس یا باید ضریب A B و C چی شد؟ در آمد. بذاریم که اینجا معادله سهمی چی شد؟ در آمد. پس Y برابر میشه کجا A چه در آمدن؟ منفی B به روی A دو X دو. B که صفر کاری ندارم، به علاوه C چند در آمده؟ B. این میشه معادله چی بچه ها؟ این میشه معادله سهمتون. پس یاد بچه ها؟ معادله سهمی درجه دو رو این بچه ها از هم این مثال من خودم تابش رو ندادم، گفتم اینطوری مثال بدم چون من درس ها میگم خواهم اکثرا درس ها تمه بالی رو میگفتیم، حالا یه تم توفیق در خدمت شما میدونم که ما خیلی وقتا بچه ها مسائل سر کار داریم که سهمی باید سر کار دارن و سهمی رو انتظار داریم دوستان معادله سهمی رو بتونن خودشون در بیارن. سهمی میشه که آی استو بلاک بی استو بلاک سی، سه تا مجهول داریم، سه تا نقطه اگه داریم، سه تا نقطه توش میذاریم، دو تا نقطه داریم، دو تا نقطه میذاریم با چی؟ جایی که شیبش صفر، جایی که مشتق چنده؟ صفره. از اونجا به نتیجه میرسیم که معادله سهمی چی میشه؟ به دست میاد. پس معادله سهمی رو در بر. پس حالا میایم اونجا، پس اف ایکس مون چی شد بچه ها؟ اف ایکس ما الان شد همون تابعی که برای سهمی در آوردیم، میشه منفی بی به روی ای دو ایکس دو به علاوه چی؟ بی. این میشه چی؟ این میشه معادلتون. حالا چی شد بچه ها؟ الان ایگریگ شما تبدیل شده به تابع از چی؟ ایکس. ایگریگ شما تبدیل شده به تابع از ایکس. حالا میتونید چیکار کنید؟ انتگرال. حالا میتونید انتگرال رو چیکار بکنید؟ بگیرید. پس ایکس بار چی شد بچه ها؟ پس اگر میخوام ایکس بار حساب کنم، ایکس بار برابر میشه با انتگرال. خب ایکس رو در این ضرب کنیم بچه ها چی میشه؟ ایکس رو در این عبارت ضرب کنیم میشه منفی b به روی a2 در x3، چون x در x2 میشه x3 برای چی؟ b x دیگه ده چی؟ x نمیشه انتگرال چی؟ انتگرال منفی b به روی a2 x2 برای چی؟ b ده چی؟ x. کافی انتگرال ها رو چکار کنم؟ بگیرم. با کرانوس از کجا تا کجاست؟ الان دیفرانسیل من x، پس من x از چند تا چند تغییر میکنه؟ خب x این نقطه چند؟ 0 تا چند؟ تا a. پس x من از 0 تغییر میکنه تا a، اینم dx. x من از 0 تا a توی منحنی داره عوض میشه. کافی چکار کنم؟ انتگرال اینها رو چکار بکنم؟ بگیرم. خب قاعدتا چیه؟ خیلی خیلی ساده است برای دوستان اگر انتگرال رو چکار بکنید؟ بگیرید. حالا از بیام انتگرال رو بگیریم سریع به جواب برسیم. خب پس انتگرال صورتمون چی میشه؟ میشه انتگرال منفی b به روی a2 x به علاوه b x2. اگر انتگرال بگیریم چی میشه؟ میشه منفی b به روی a2 x4 چهارم به علاوه b x2 دوم از صفر تا چی؟ a. اگه قرار بگیریم چی میشه بچه ها؟ برابر میشه با منفی b به روی a2 در چی؟ a4 چهارم به علاوه b a2 دو
دوم منهای چی؟ منهای اگه صفر قرار بدی میشه صفر دیگه. پس ساده به وجه ای 4 با ای 2 ساده میشه، میشه ای 2 میشه منفی بی ای 2 چهارم بلا بی ای 2 دوم میشه چقدر؟ میشه مثبت بی ای 2 چهارم. پس این میشه چی؟ صورت من. خب مخرجمون حساب کنیم بچه‌ها، مخرجمون چیه؟ از انتگرال منفی بی به روی ای 2 ایکس 2 آره بلا بی dx. و از انتگرال اگر بگیریم میشه چی؟ میشه منفی b به روی a2 x سوم آره به علاوه چی؟ به علاوه b x بسه؟ از صفر تا a و قرار بدیم چی میشه؟ میشه منفی b به روی a2 در قاسه سوم به علاوه b a منهای چند؟ عادتا صفر. که باز آسه رو بچه با آده ساده کنید میشه آ دوستو آسه با آده ساده بشه میشه آ میشه منفی بی ای سوم به علاوه بی ای. خب بی ای منه بی ای سوم میشه چقدر؟ میشه دو بی ای سوم دیگه میشه دو بی ای سوم دوستو. خیلی خوب، پس شما این صورت رو این مخرجه برای هم چکار کنید؟ تقسیم کنید. من همینجا رو بمیسن دیگه نتیجه شو. این چی شد؟ اونجا شد B A2 چهارم و اینجا هستی مخرجمون، مخرجمون هست 2B A سوم 2B A سوم. خب B که با B ساده میشه، A2 با A میشه A. خب میشه یک چهارم برای چقدر؟ دو سوم آره دو نرده نرده از این میشه چقدر؟ میشه اینو در این ضرب کنیم دوستو، سه در یک روی چهار دوتا همچه سه هشتم چی؟ سه هشتم ای. یعنی شما نگاه کنید بچه ها فاصله در واقع اردم به حضورتون که مرکز سطح این دایره بچه ها مرکز سطح ماشه این سطح میدن دو از مبدأ ایکس چقدره؟ سه هشتم ایه. یعنی شما در واقع مرکز در واقع اینطوری بگیم من اونجا بکشم اگه این سهمیه در از این دوی شما باشه بچه ها به این نتیجه رسیدیم که چی؟ به این نتیجه رسیدیم که مرکز سطح شما که مثلا نقطه‌اش اینجا و هر جا هست فاصله‌اش تا اینجا چقدر بچه ها؟ سه هشتم. اینجا چقدره؟ پنج هشتمه. که درست هم هست چون بیشتره چی بچه ها؟ بیشتره در موقع سطح من رفته چی؟ به این سهم دیگه بیشتر اینجا متمرکزه پس بعد به اینجا نزدیک بشه چقدر؟ چه سه هشتم میشه چقدر؟ پنج هشتم. بنابراین این رو هم دوستان چیه؟ مشاهده کردن که ما تونستیم مرکز سطح رو چکار بکنیم؟ به دست بیاریم ایکس چهارده ایکس مرکز سطح ایگریدش که کجا قرار میگه برای ما مهم الان نیست میتونیم دوباره به سطح کار انجام بدیم و چکار کنیم؟ محاسبه بکنیم و ببینیم که حالا این نقطه ایکسش که سه هشتم از مبدا ایگریدش حالا چقدر فاصله داره از مبدا که دیگه الان میتونیم دوباره از این فرمول انتگرال ایگریدها برید و محاسبه بکنیم دوستان. بنابراین دوستان ما این هم یک مثال دیگه گفتم خدمت رو حل کنیم بیشتر با تاکید به اینکه اگه سهمی درجه دو دادن خود تو معادلش اول به دست بریم بعد اون دی آر رو تو بلد اینجوری بگیریم که مستطیل دی ایکس در ایگره ایگره رو تبدیل بکنیم به تابعی از ایکس و انتگرالش رو بگیریم که انتگرالش رو خیلی ساده است و همه دوستان ما بلد هستن. بعد میتونیم مرکز سطحش رو چکار بکنیم؟ میتونیم مرکز سطحش رو حساب بکنیم. حالا بچه ها من یک سری اشکال خاص رو که در واقع یه شکل دیگر هم عنوان مثال بگم حل بکنیم بعد یه جمع‌بندی از شکل خاص بکنیم انشالله از جوابایی که به دست آوردیم تا الان میخوام این نتیجه بگیریم که در واقع از شکل‌های معروف که شما باز بیشتر با سر کار دارید من جمع‌بندی بکنم بنویسم که مرکز سطح‌هاش دیگه تو ذهنتون بمونه از این بعد انشالله بلد بشید. و اما دوستان مثال بعدی که میخوام حل کنیم بچه‌ها ربع دایره است. دقت کنید بچه‌ها اگر شکل شما یک ربعی از دایره باشه و بخواید در واقع مرکز سطحش رو حساب بکنید این رو در واقع بریم با هم حساب کنیم ببینیم که در واقع چگونه بایستی با بحث‌های قطاع‌های دایره مرکز سطح رو محاسبه کنیم. پس در واقع بچه‌ها یک در واقع ربع دایره به شما داده که سهمیه درجه دو بچه‌ها چیه نیست دایره ربع دایره است دوستو یعنی مثلا شما با این شما برابر نگه اینجا مثلا آه اینجا هم چیه مثلا آه
خب گفتم مرکز سطح این دایره رو چکار کنیم؟ حساب بکنیم. الان ما x بارش رو باز میخواییم. آقا سوال میده x بار چند وقت بعد وقتا میگن x بار بچه بعد وقتا میگن x c ببینید؟ یعنی x در مدل مرکز سطح x بار ما حالا ما x بار میگیم x c حالا این حواس رو باری تو من آقا بوده این فرق رو مثلا قبلی چه بچه اینجا این رو به دایره است این چی بود؟ این x سهمی بود این رو به دایره است خب میخوام مرکز سطح یادش کار کنم؟ میخوام مرکز سطح این شکل رو حساب کنم یه نگاه بچه خواهشم نگاه کنید یه نگاه برای محاسبه این عین نگاه اینجاست یعنی میگم چی یه وقت من میام این تبدیل به مستطیل ها یه شکلی میکنم باز میشه چقدر میشه دی ایکس این میشه چی ایگره پس میگم چی آقا میگم دی آ برابر است با ایگره دی چی ایکس از اون ور دوستان من تابع این چیه من تابع میخوام دیگه گفتم ایگره برابر یه تابع از ایکس دیگه نیاز دارم چه تابع از ایکس دوستان خب معادله دایره رو بلده که میدونید آقا معادله دایره چی بچه ها شما معادله دایره میدونید معادله این هست ایکس دو به علاوه ایگرگ دو مساوی چی آ دو دیگه این معادله دایره است از اینجا نتیجه میگیریم بچه چی ایگرگ دو برابر میشه با آ دو بدون چی ایکس دو در نتیجه ایگرگ چی میشه ایگرگ میشه رادیکال آ دو بدون چی ایکس دو البته مثبت منفی رادیکال آ دو منهای ایکس دو میشه دوستان که نیمه بالایی دایره و نیمه پایینی دایره میشه ما چون این نیمه رو میخوام من مثبتش رو نوشتم دیگه این میشه معادلتون پس معادلت رو داریم این اف ایکس تو میشه این دی آر هم که دارید ایگره دی ایکس هم اون کارهایی که بچه قبلا گفتیم مثل برای همین سوال اینجا انجام میدیم تنها فرقش چیه؟ اینجا ایگره میشه چی؟ میشه منفی برو آ دو ایکس دو برو بی اینجا ایگره چی میشه؟ میشه رادیکال آ دو منهای چی؟ ایکس دو میشه رادیکال آ دو منهای چی؟ ایکس دو برگش این هم باید انجام بدید فقط این مشکل که خب انتقال بگیریم یه مقدار سخت‌تر میشه دیگه یه مقداری برای خیلی ساده است چون مدقل آدم این ایکس دو در واقع هر زمان موضوعی که بعد مشتق بشه پشش داشته باشه یه مقداری تغییر متغیر رو بدون اون بحثا سخته میشه کنه تکرار گیریش خود روند حلش که خدا فرق میشه ولی بچه رو بکنی این یه نگاهه که حالا نمونهش انجام دادیم کاری ندارم نمیخوام وقتتون بگیرم یه نگاه دیگه بچه که ما به جای که بیایم با ربع دایره بیایم با مساحت های مستطیلی برخورد بکنیم بیایم با مساحت های شعاعی در واقع اینو تقسیم به مساحت بکنیم ببینید چا یعنی من به جای اینکه بیام میتونم مستطیل اینو به مساحت های کوچیک بشکنم چون بچا بحث دی آ چیه دی آ بحث این مساحت هایی است که در واقع چه مساحت های کوچیکی که وجود داره شما اینو میشکنید به مساحت های چی میشکنید به مساحت های کوچیک دیگه یه نگاهی که بچا من میگم اینو اینطوری قطعی تر به مساحت های کوچیک دارم میگم اینو بگیرم یک مساحت در واقع چی یعنی میگم اینطوری قطعی که دارم حل میتونم به مساحت اینو بگیرم دی آ اینو بگیرم چی؟ دیا یعنی به جایی که بیام مستطیلی تقسیمش کنم بیام قطع قطع کنار همه اینو تقسیم بکنم دوستو یه نگاهه خب در این نگاه بچه قاعدتا دیفرانسیل شما چی دیگه اینجا؟ اینجا دیه تتا است یعنی شما اومده این کل تتا رو شکستی به دیه تتا های مختلف دیه تتا این هم کنجا شعاع دایره است دیگه وارد زن چیه؟ شعاع دایره آر میگیره کنم که اینجا شعاع دایره ما آه ما آر میگیم خب حالا شما ببینید اینجا الان این مساحت این قطعا چقدر میشه بچا سوال اینه مساحت این قطعا رو میخوام حساب کنم این قطعی که قطعی چیه شعاعی مساحتش چقدر میشه و اگر مساحت اینو میخوام حساب کنم بعد شما دو کنی مساحت اینو میخوام حساب کنم مساحت مثلث این تئوری مثلث دیگه شبیه چی بچا شبیه مثلث این اگر من اینو به جای این منحنی مثلا بگیرم تقریبا یه خط که اینجا مثلا قائم شده مساحت مثلث میشه چی ارتفاع زد در قاعده تقسیم بر دو خب ارتفاع زد در قاعده تقسیم بر چند دو خب این ارتفاع باشه اگه فرض کنید خطه با این منحنی یکی باشه فرض کنید خطه با این منحنی تقریبا طولش یک باشه خب بچه این منحنیه این تیکی از قطاع این چقدر بچه مقدارش یک کمانی از دایره که روبروی یک زاویه است چقدر بچه شما وقتی یک کمانی داشته بچه روبروی دایره این زاویه مثلا تتا بود اینم آر بود این کمان مقدارش چقدر میشه میشه آر تتا دیگه یادتونه یا تو بحث هندسه داشتید پس این کمان روبروی دایره چه میشه چقدر میشه آر که شاش آر زده این زاویه داره چقدر دی تتا پس این میشه چی آر دی تتا اگه فرض کنیم این زدی که من عبود کردم که فرض کنیم مثلث قاب زاویه است این با این تو تقریبا یکی پس میشه آر دی تتا که از چی ارتفاع زده قاعده که چند داره آره تقسیم بر چند دو پس میشه آر دو دوم در دی چی تتا پس دی آی شما میشه آر دو دوم دی تتا میشه دی آی شما دوست
خب حالا عرضم به حضورتون که میریم سراغ رابطه‌مون. رابطه x بار چی بود؟ بود انتگرال x دی آ به روی انتگرال دی چی بچه ها؟ دوست شو؟ خیلی انتگرال x دی آ به انتگرال چی؟ دی. خب عزیزان تو فیلم پیش خیلی تاکید کردیم که بچه ها این x که میگم انتگرال x دی آ این x چی بود بچه ها؟ x مرکز سطح این دی آ بود دیگه. ولی اون دیه هایی که شما دارید یه مرکز سطحی داره دیگه. x اون مرکز سطح نسبت به مبدا شما. خب الان دوستان x به جای نسبت چی بذارم؟ شما میگید یه مثلثه. خب بچه‌ها مثلث مرکز سطحش کجاست؟ شما در مثلث میدونید که آقا مرکز سطح مثلث کجاست؟ میدونید که مرکز سطح مثلث یک سوم از قاعده دو سوم چی؟ از راس دیگه. دوستان نمیدونید. پس اگر ما این مثلث قائم زاویه بچه‌ها بگیریم، یه مثلث قائم زاویه بگیریم، دوستان ما می‌دونیم که این مثلث ما چی بچه ها؟ مرکز سطحش در واقع از قاعده یک سومه. حالا دیگه یک سومه چی بچه ها؟ آره دیگه کچه آره یک سومه آره این تیکه چقدر بچه ها؟ دو سومه آره دو سومه؟ حالا من بچه این قطار بزرگتر بکنم دوستان ببینم دارم چیکار میکنم. گفتیم اگر مثلا این چی باشه؟ تتا هم هم باشه که این دیه تتا هست و این چیه؟ شوهای که آف هستش. خب گفتم بچه اگه یه مثلث در نظر بگیرید مرکز سطح مثلث بچه گفتیم چیه؟ یک سوم از قاعده است، یعنی یک سوم آر اینجاست. این تیکه چقدر تاره هست؟ تاره هست دو سوم آر. پس مرکز سطح این قطعه میشه اینجا. خب بچه این نقطه فاصله ایکسش تا مرکز سطح چنده؟ این تیکه چقدر بچه الان؟ دو سوم آره. دوستو این چقدر؟ این دو سوم آره. ما این ایکسش رو میخوایم بگیریم. ما گفتیم بچه این ایکس چیه؟ ایکس مرکز سطح دی آتومه. این ایکس مرکز سطح دی آتومه از مبدا. یعنی من ایکس این نقطه میدونم مرکز سطح اینجاست، یک سوم دو سوم. خب اینکه دو سوم باشه ایکس چقدر میشه بچه ها؟ من ایکسش رو میخوام بگیریم. این میشه یه مثلث. حالا اگه زاویه تتا باشه بچه ها این دو سوم آر باشه این چقدر میشه؟ این زل مجاور زاویه، زل مجاور زاویه میشه کسینوس دیگه. پس این میشه تو چی؟ دو سوم آر در کسینوس چی؟ تتا دیگه. دوستان؟ دوستان دقت کنن باز؟ این بچه ها؟ شما در این مثلث که داریم بچه ها این مثلث دقت کنید. این مثلث که من دارم شما این مثلث این شکلی دیگه دارم که بچه ها؟ که این چقدر بچه ها؟ این دو سوم آر دیگه. شما گفتیم که این مرکز سطح مثلث یک سوم از قاعده دو سوم از این زاویه هم چیه؟ تتا میبینیم. خب ما اینو بفهمیم، ما ایکس میخوام این نقطه بچه‌ها، این نقطه یه ایکس داره یه ایگری داره دیگه. ما ایکس این مرکز سطح میخوام از مبدا این میخوام. خب این چی میشه بعد از مثلث؟ میگه ما کوسینوس زاویه تتا، کوسینوس میشه ضلع مجاور که ایکس هست به وتر که دو سوم آر هست. پس نتیجه میگیریم ایکس چقدر میشه؟ چه دو سوم آر در کوسینوس چی؟ تتا. دوستان؟ پس x این مرکز سطح بچه‌ها شما ببینید توی فرمول انتگرال x دی آ واسه تاکید بر x مرکز سطح این دی آتونه. ما دی آ رو قطعا گرفتیم، مرکز سطح این قطعا تونه از مبدا xش، x در واقع مرکز سطح از مبدا که میشه دو سوم آر کوسینوس چی؟ تتا. خب دی آ رو در آوردیم، x هم که در آوردیم، می‌ذاریم x بالا چیکار می‌کنیم؟ حساب می‌کنیم. درست؟ پس من اگر بیام و قرار بدم چی میشه بچه ها؟ میشه انتگرال چی؟ دو سوم آر کوسینوس تتا. درست؟ دو سوم آر کوسینوس میشه ایکس. هم دی آن چیه؟ هست آر دو دوم دی تتا. درست؟ به روی انتگرال آر دو دوم چی آقا؟ به روی انتگرال آر دو دوم دی چی؟ تتا. خب بچه اصلا دیفرانسیل هم چیه بچه ها؟ دیفرانسیل هم دیه تتا هست. پس کرانام تتا تتا از چند تا چند بچه عوض میشه؟ تتا این نقطه صفر درجه تا تتا چقدر؟ تا تتا 90 درجه. پس از صفر تا پی دوم، از صفر تا پی دوم من چیکار کنم؟ انتگرال بگیرم. درست؟ خب اگر بچه بیام انتگرال بگیرم، خب یا بچه ها آرک ثابت شما داره ثابت دیگه، اینا همه میاد بیرون میشه انتگرال کوسینوس تتا دیه تتا.
بکن انتگرال کوسینوس میشه چی بچه ها؟ سینوس دیگه جو سینوس دوتا پس چی میشه؟ آر در آر میشه آر سه سوم دو دست دو با دو ساده میشه چقدر؟ میشه یک میشه آر سه سوم دوستو؟ که میاد بیرون انتگرال کوسینوس دوتا دیگه دوتا میشه چی میشه؟ سینوس دوتا دیگه از صفر تا چقدر؟ پی دوم تقسیم بر خب انتگرال آر دو دوم بچه ها دیگه دوتا میشه چی؟ میشه آر دو دوم در تتا دیگه انتگرال دیگه آر دو دوم میاد بیرون انتگرال دیگه دوتا میشه تتا از صفر تا چقدر؟ از صفر تا پی دوم خب حالا اگر من اینو محاسبه بکنم بچه ها چی میشه؟ خب اگر اینجا پی دوم قرار نستید پی دوم چنده؟ یکه دیگه سنس پی دوم چنده؟ یکه دوستو؟ پس یک ضربه آر سه سوم میشه آر سه سوم پس صورت من چی میشه بچه من دیگه ادامه شو دیگه بسن پس مساوی میشه با چی؟ میشه آر سه سوم خب اینجا پی دوم بچه قرار داریم توش جای تتا میشه آر دو ضربه پی چهارم دوستو؟ منهای سه پس میشه آر دو ضربه پی چهارم دیگه دوستو؟ آر دو این آر دو دوم ضربه پی دوم میشه آر دو پی چهارم دیگه دوستو؟ سه تا هم توش قرار داریم میشه سه پس میشه این پس چی میشه دوستان؟ آر سه با آر دو ساده میشه چهار میاد بالا میشه چی؟ میشه چهار آر بری چی؟ سه پی میشه چهار آر بری چقدر؟ سه پی این میشه چی؟ این میشه ایکس ده چی؟ مرکز سطح ربع دایره یعنی دوستان این ربع دایره شما فاصلش از مبدأ چقدره؟ چهار آر بری چی؟ سه پی خواهد بود این اگر من یه ربع دایره به شما بدم داشته باشی این ربع دایره مرکز سطحش بچه ها مرکز سطحش مرکز سطحش از مبدا فاصله چقدره؟ از چهار آر به روی سه پی ببین بچه اینایی که تو الان حل کردیم همه چیزای معروفی است که بعد بلدیم بچه بگیم من از عمران الان در برمایی تا آخر این فرمولا که الان عربی بیرم در اون هم چون مثال قبلی چه توی این مثال برای دایره چون مثال های فیلم گذشته اینا رو یه وقت بلد باشی اینا چیزه ایست که در واقع شکل معروف است که باید سر من این جمعی بکنم شکلی که باید تو الان هم در آوردیم مرکز سطح هاشو دقت بکنیم من سریع جمعی بکنم از شکل رو خیلی سریع با هم بریم خب بس یکی شکل چی بود؟ ساده ترین شکلی که ما داشتیم تو بالا گسترد هم باشه که مستطیل دیگه دوستان؟ خب در مستطیل باید شما کنید در شکل مستطیلی خب مقدار بگیم مقدار بار معامله که میشه همون مساحت در آقا شکل و بگیم محل هستن خب مقدار بار معادله که میشه مسطح مستطیل اگه مثلا مثلا باشه این طول باشه L اینم باشه Q خب مسطح میشه چی؟ QL محل اثرش هم کجاست؟ مستطیل مرکز سطح کجاست؟ وسطشه دیگه مستطیل مرکز سطح کجاست بچه ها؟ مرکز سطحش وسطشه یعنی در واقع اینجا L دوم اینجا میشه بعد L خب حالا اگه بار شما چی باشه؟ اگه بار شما در یه بار مثلثی باشه اگر بار مثلثی باشه باز مقدار بار معادله این میشه چی؟ میشه مساحت مثلث باز اگه این کیو باشه این ال باشه مساحت مثلث میشه قاعده داده ارتفاع تقسیم بر دو میشه بار معادلش کجا وارد میشه دوستان قاعدتا بچا گفتیم چی بار مرکز سطح مثلث کجاست یک سوم از قاعده دو سوم از راس پس در واقع میشه چی میشه این در واقع میشه یک سوم از قاعده دو سوم از چی راس مقدارش هم میشه چرا؟ این مقدارش هم QL میشه چی؟ QL نشون؟ این هم شکل معروف که باید سر کار بود خب شکل بعدی که بچه ماست که معروف به مثال جلسه گذشته بود کاشن نگم تو بچه ها؟ بودا اگر باشه داشته باشیم بچه ها اگر یه بار سهمی درجه دو این شکل داشته باشیم این چی باشه بچه ها؟ سهمی درجه دو اینجا بچه شیب چند باشه خیلی ماما اینجا بچه مماس بشه دیگه شیب چند باشه شیب سه بده دقیقا این سهمیه شما مماس بشه مماس بشه بشه
اگه این سهمی در اکتیو باشه اینجا دقیقا 6-0 بشه و خط مماس بشه این شرطه خیلی مهمه. خب بچه چه اتفاق میفته؟ این جلسه پیش اثبات کردیم اولا بچه ها مقدارش چقدر میشه؟ مقدار مسافت زیر این اونها رو که بعد بچه ها تیزه. خب ما جلسه پیش اثبات کردیم به دست آوردیم، ولی الان میخوام این بچه اگه سهمی در اکتیو 2 باشه و مماس باشه مسافت زیر این بچه چی میشه اگه این کیو باشه این ال باشه؟ اگر این چی باشه و این ال باشه بچه ها کنید مسافت این چقدر میشه؟ یا من جلسه ای داشته ما اینو به اثبات کردیم، ولی قبل بینه که بخواهم اثبات بکنیم بچه ها در واقع چیه؟ این رو تو خوبه بلد بشید دوستان، اگر این کیو باشه و این ال باشه در واقع مسافت زیر این بچه میشه کیو ال سوم، یک سوم کیو در ال هستش اول. خب محل اثرش کجاست بچه ها؟ محل اثرش کجاست؟ من خواهش می‌کنم برگردیم اون بحث قبلی. محل اثر این بچه‌ها اگه تو باشه اینطوری قیاس کنیم ببینیم بچه‌ها بکنید اگر این مثلث باشه اگه تو باشه یا تو باشه نفت حفظ کنیم کنید اگر مثلث باشه کجا باید میشه بچه‌ها؟ یک سوم از قاعده اگه مثلث باشه و مساحتش چقدر بود میشه کیو ال دوم. حالا این بجای مثلث چی شده بچه‌ها؟ یه همچین شکلی شده دیگه درستو؟ اولا مساحتش کمتر شده، چقدر کمتر شده؟ این کیو ال دوم کیو ال سوم کمتر شده مساحتش. معنی اصلش چی بچه‌ها؟ در اون مثلث معنی اصل اینجا بوده الان این شکل میشده بچه بیشتر مسافت رفته این ور دیگه میشه مسافت رفته این ور، پس بعد مرکز صد بره این ورتر، این از یک سوم ال هم بعد بره این ورتر، یعنی مرکز صد در اینجا از یک سوم ال هم بعد چی بشه؟ کمتر بشه. دقت کردید چی شد؟ مثلث که بود یک سوم، این که این شکل میشد بیشتر مسافت رفته اون ور، پس بعد مرکز صد هم بره اون ور بیشتر، از یک سوم ال بعد کمتر بشه، اینجا چقدر میشه؟ از قاعده درسی پیش محاسبه کردیم اینو بچه حل کردیم درسی پیش اثباتی میشد یک چهارم چقدر؟ ال. پس میشه چقدر محل اثرش؟ ال چهارم. پس محل اثرش بچه ها از چی؟ ال چهارم یا یک چهارم ال از قاعده که از این هم میشد چقدر؟ سه چهارم دیگه درسی پیش حل کردیم و هر در موضوع تو این مقدارش چقدر شد؟ شد کیو ال سه. پس این رو هم در واقع دوستان دیگه تو خاطرشون انشاءالله داشته باشه. شکل بعدی که دوستان ما در مورد اثبات کردیم برای این جلسه هم اثبات کردیم اگه همچون بار سهمیه درجه دو باز داشته باشیم این چی باشه بچه ها؟ سهمیه درجه دو باشه اولا و اینجا بچه شیم چند باشه گفتیم؟ توی مثال کرده اینجا شیم چند باشه؟ صفر باشه یعنی خط باشه نماس باشه اینجا شیم صفر باشه خط باشه باشه بچه چی اثبات کردیم؟ الان حل کردیم الان خدمت دوستان در این مثال جلسه همین جلسه ما حل کردیم اولا باز دقت بکنید بچه مقدار بار که مساحت زیر میشه چقدر دوستان؟ جای مساحت این بچه میشه دو تا کیوه سوم یا دو سوم کیوه مساحت میشه دو سوم کیوه یعنی اگر این کیو باشه این ال باشه میشه دو سوم اولا حالا محل اثرش کجاست؟ باز بچه خواهشن دقت با مثلث قیاسی بکنید میگه باقا اگه مثلث بود کجا بود؟ یک سوم. حالا این شکلی این شکلی شده خب اولا بچه مساحت از مثلث بیشتره بله مثلا مثلث یک کیو دومی دو کیو سوم دو سوم از یک دوم بزرگتره ثانیا وقتی بچه این شکلی میشه چی میشه بچه ها؟ مرکز سطح این شکل چون بیشتر مساحت اومده این ور نسبت به مثلث ها نسبت به مثلث مساحت بیشتر اومده این ور بعد مرکز سطح این شکل سهمی بیاد دورتر از یک سوم یه شما انتظار دارد یک سوم برتر باشه اولا از اون طرف میدونید که اگه مستطیل بود کجا بود مرکز سر؟ یک دوم بود دیگه خب این قاعده مستطیل نیست که وسط باشه بس اولا چون مستطیل نیست وسط نیست چون از مثلث در واقع حالا بزرگتر میاد یه بعد یه چیزی بین یک سوم و بعد چی باشه بچه‌ها پس انتظار ما اینه که این شکلی که من اینجا دارم سمی در دو مرکز سطحش بین یک سوم که مال مثلثه و یک دوم که مال مستطیله باشه یعنی این چیزی بین یک سوم و یک دوم باشه که ما چقدر در آوردیم الان بچه ها؟ الان حل کردیم چقدر در آوردیم؟ سه هشتم سه هشتم بچه ها قاعدتا بین یک دوم و بین چقدر؟ یک سوم دیگه دوستان سه هشتم از یک دوم کمتر از یک سوم بیشتره پس چند در آوردیم بچه ها؟ پس محل اصل یک سهمیه در واقع مقدار شد دقیقا دو تا کیو سوم و محل اصلش بچه ها کجا شد از قاعده؟ از قاعده شد چقدر؟ سه هشتم دوستان؟ سرش کنید دوستان؟ این چیزو این در واقع عرضم بوضوعتون که میشه
سهمی درجه دو. باز دوستان دقت کنید اون سهمی گفتم بچه شرطش اینه که اینجا یه شیب خط مماس صفر باشه، قشنگ مماس باشه. اینجا یه شیب خط مماس چند باشه؟ صفر باشه. این سه هشتمی که گفتم این بوکشی و سه ما این شرطش اینه مماس باشه. اگه مماس نباشه بچه دیگه بعد برید اصلا روش اثباتی محاسبه کنید. ولی اکثرا بچه تو درس عمران که میرید جو تو درس های مختلف معمولا اون سهمیه که به شما میدن سهمیه که شیبش اینجا صفر یا شیبش اینجا صفره. این دو تا فرمول یادتون باشه، این دو تا عدد. اگر هم فراموش کردید خاطر کردید بچه با همین مثلث قیاس کنید، یعنی این شکل مثلا مثلث بعد برتر و از یک سوم بزرگتر باشه، یک چهارم از یک سوم بزرگتر بده برتر، این بعد بدی برتر بعد یک سوم بزرگتر باشه، سه هشتم بزرگتر از یک دوم بزرگتر از سه هشتم بزرگتر. خب بعد چیز آخری که بچه اثبات کردیم چی بود؟ اگه بار شما چی باشه بچه ها؟ اگر بار شما یک بار چی باشه بچه ها؟ دایره ای باشه، این ربع دایره باشه، این سهمی نباشه دایره باشه، یه ربع دایره باشه. خب اگر ربع دایره باشه بچه ها مساحتش مشخص ربع دایره است دیگه. دایره مسئلهش چی بود؟ بود پی دی دو چهارم یا پی آر دو دیگه. خب پی آر دو نصف میشه در واقع چی میشه؟ یک چهارم، یک چهارم پی آر دو، یعنی این شماش آر باشه یک چهارم پی آر دو. خب از اون بر دوستان دقت بفرمایید اگه دایره باشه پس مقدارش میشه یک ربع مساحت دایره. محل اثرش کجاست بچه ها؟ محل اثرش خیلی مهمه. چند در مورد بچه محل اثرش الان حل کردیم؟ چهار آر بده چی؟ سفید میگه. یعنی محل اثرش از قاعده چقدر اومد؟ چهار آر و سفید. یعنی محل اثرش کجاست بچه ها؟ محل اثرش از قاعده چقدره؟ چهار آر بری چقدر؟ سفیده. خب بچه اگه این آر باشه چون دایره باید باشه کیون هم باید برابر چی باشه؟ کیون هم باید برابر آر باشه. یه شام پیارده یا دوباره دیگه هم جنیم یک چهارم و پی شیده دوانه چه برد؟ دو من اساس این چهار آبری سفی از چیه؟ از قاعده هست. پس بچه این شیه این شکل های معروفی است که بچه همین اول راید توی استاد کستیم بچه قشن هم بزرگ کنید رو تو ذهنتون بس بایید که تو درس هایی که دیگه که اشاره میگه تو تحلیل سازه من اصلا تو مقاومت اینا تو بحث های بهتون تو بحث های خلاهی اینا را چیه؟ نیاز داره. مستقیم مسئله طول زرد عرض و سر بار میشه مثلث نصف طول زرد عرض یک سوم از قاعده بار میشه. سهمی درجه دو که مماس باشه چی بشه و سهمی درجه دو باشه یک سوم مساحت بعد قاعده از مثلث کمتر میشه. معنی اثرش هم بعد از مثلث بره مرتب این از یک سوم کمتر میشه یک شما و همین صورت چیزی که چیه؟ بچه ها جمع‌بندی این معکل سطحی که چیه؟ مشاهده میفرمایید. خب ما امروز قصد داشتیم که این معادله رو توسعه‌اش هم بدیم، در واقع تبدیل کنیم به این انترال تبدیل کنیم به سیگما برای شکلی که در واقع منظمه که متأسفانه خب دیگه وقتش رو از صدای اذان هم میاد و غالبا دوستان نماز واجب‌تر است، میگن به نماز نگید کار دارم، به کار بگید نماز دارم. غالبا آمدیم در این عالم که فشار بر به خدا پیدا کنیم، اینا همه بهانه نیست و وسیله است که شما رو بفرستیم. بنابراین من درس این جلسه رو همینجا با اجازه شما تموم میکنم، ولی انشاءالله اون ویدیو رو سعی میکنم همین هفته غیر از این فیلم دیگر هم پر کنم، ولی به هر صورت که شده باشه انشاءالله هر چند شرط خیلی خاص شده و اصلا با ما نامه زدن دیگه دارو چکا نهید این هفته و احتمال داره مثلا ما خونه باشیم، اگه تو خونه بتونیم با موبایل فیلم برداری کنیم سعی میکنم این بحث رو تمام کنم، بحث مرکز صد رو تمام کنیم که بتونیم توانش رو خوب انشاءالله حل بکنیم. خب از همه التماسهای ویژه داریم، ما را دعا بفرمایید، انشاءالله موفق و معید باشیم. خداحافظ شما.